السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادران دوستان عزیز شنوندگان رادیو زیلا، ما برادر اسکای فورس میشم، اشرف حسن قد اسکای فورس و شیر خان. دل هر مهاجر میکفه اگر حقیقت باشد، همون در حالت مهاجرت باشنده. راستی اولین یک چیزی میگیم، نقطه های اساسی را اگر ببینیم، سبب این مهاجرتی همش همین حکومت های خب برادران عزیز، نگاه کنین که اولین چیزی که شعر خوندک برادر اسکای فورس برای ما و شما، البته این تعلق او کسایی که میکنه که در مهاجرت هم و کسایی که امروز در خود تاجیکستان کار و فعالیت میکنن، ببینین که در حقیقت ببینیم در تاجیکستان کار نیست. و اون مادری که امروز اگر بیمار باشد، اگر اون مادری که محتاج به دستگیری پسرش باشد، ببینین که این حکومت رزیل که سردارش همین، ما که گفته نمیتونیم امام علی رحمانوف، ما میتونیم بگیم که امام چارلی. همین امام چارلی سبب اساسی است که امروز فشار بالای جوانای ما که امروز ترک وطن میکنن، امروز از اون جایهای بلند صدا میزنن که ما دوستدار ملتیم یا که ما وحدت ملی را به جا میاریم یا که ما میخواهیم ملت را یک جا کنیم. اینها ببینین که اصلا ملت را پراکنده کردگیم. در تمام روسیه ببینین که اگر حساب کنیم در یک سال هر روز یک تاجیک از این دنیا میرود. و سبب اساسی مرگ کی است؟ اولین سبب اساسی مرگ این امام چارلی است. ببینین که اگر یک انسان صاحب فرزند باشد که امروز این چارلی را پیشوای ملت اعلان میکنن یا پدر ملت اعلان میکنن، اصلا او خائن ملت است. و اگر یک انسان که فرزنددار باشد، اگر فرزندش در پاش خار بزند، همو خوراکو کوشش میکند که خودش بگیرد و یک به حالتی میگیرد که امون طفل آزار نیواد. لیکن امروز هزاران مردم تاجیک از روسیه دروناشون خالی ها میاین و در گراب های میاین که یخ بستن، فقط مادرای ما در بالای یخ گریان میکنن. این هم سبب اساسی اولی کی است؟ آنم این حکومت امام چارلی است و آنم این خود امام چارلی است. شما فکر میکنین که امام چارلی از این اخبارا یا ای که مرگایی میشوند که از طرف روسیه میوین این خبردار نیست؟ والله قسم از هر نقطه و از هر از امین زیلو خبردار است. ای هر روز زیلو را گوش میکند، هر روز اما پدر لعنتی امام چارلی زیلو را گوش میکند. و اگر زیلو را گوش نکند، این امین حکومت دارو ششتگی ای سهر تو بگه وظیفه دارن که زیلو را گوش کنند. و اینها انشاءالله یگان کار کده نمیتونند. ای را مطمئن باشین که ای پلیدا یگان کار کده نمیتونند. اگر با کشتن یک جوان تاجیک اگر همین حکومت پیشرفت کند، اینها دریغ نمیدارن، هزاران تاجیک از بین میبرن. لیکن اگر با کشتن این جوان ها یا که اگر با دستگیری جوان ها این حکومت دستگیری کند، جوان هایی که امروز در زیل صحبت میکنن یا که مخالف دولت هم،
ایرم خاموش کرده نمیتونم. و ببینین که او ما اصلا سر مقصد بیاریم، شاعری که به خاطر مادر صحبت کرد، مادری که به خاطر فرزندش میخواست به فرزندش تبریک نامه روان کند یا که تبریک بگه که همون روز همون ساعت به دنیا آمد. ای برادرای عزیز ای همون حکومتی هست که امروز فرزند از مادر جدا کردگی است. این همین حکومتی است که امروز ابلم میکند جوان را پیش از اینکه به 18 سالگی برسند گرفته به شهر روسیه میروند. اینها خبر ندارند که در اوجا مرگ انتظار است. اینها نمیدانند که در اوجا ما میریم یگان کسب کسبه نداریم، یگان تخصص نداریم. میروند زبان روسی را نمیدانند، میروند چیکار میکنند؟ اکا کار نیست، اکا چیکار میتونی؟ خی اکه تاجیک چی میتونه؟ تاجیک فقط همون موس برین گفت میگیره تمام، نمیقره میتونه. برای چی؟ برای که نمین حکومت امروزه جوانای ما را ترسان کرد، از حکومت نفرت میکنن و از حکومت میگریزن. حال یخیل انسان ها میگن که شردلی میکنن، میزنن در سر سینه که من 18 ساله شم، من میرم خدمت میکنم، خدمتی وطن میکنیم. میگم خدمتی وطن نیست، خدمتی یگان، یا بگم که در حقیقت خدمتی وطن باشد ما بگم که ارزنده است، لیکن متاسفانه خدمتی یک حکومتی پلید میکند، خدمتی یک اولاد رذیل میکند. ببینیم که همون وقتی که از همون خدمت فارغ میشود، بگم یگان افتریزت داشته باشد، فقط حمایت از خود میکند که در سال آینده ابله و شوه نقپنش و در سر سینش مشت خطی میزنه که من خدمت کردم مرا نمیبرم. او چی نمیدونه؟ نمیدونه که خدمت نکده است، او 2 سال غلامی کردگی است. او نمیدونه که او 2 سال غلامی کردگی است، بکیره با یک اولاد رزیل. و او کسایی که امروز وظیفه دارند در خود حکومت، در امنیت، در تمام ارگان های دولت، هر کسی که تابعی این امین حکومت می شود، این را بدانین که به دست خود به غلامی می روند. و کسایی که می روند امروز خدمت میکنند، این به معنای نیست که خدمت مادر میکنند. مادر گریه داره، مادر قطع کردن به خیتای فروختن. او جوان خبر نداره که این مادر قطع قطع کردن، از او طرف قرغزستان گرفتش، از این طرف خیتای بگیرش، از این طرف افغانستان میگیرش. افغانستان هم دعوا میکند که فیض‌آباد یا بدخشان از ماست. لیکن دوستای عزیز ایره بدونین که او خدمت وطن نمیکند، او غلامی یک اولاد یک رذیل میکند که یعنی او عبارت از یک چند گروه خاص است، چند اشخاص خاص که عبارت رئیسشان همین امام چارلی است. والله ببینین که از روسیه چقدر مرده ها میارن، بر مرده تا پول میتی میاری. اگر این حکومت دارا اگر در حقیقت حکومتداری کنن، اگر جسم انسان تاجیک، اگر مرده تاجیک اگر یک گرم قدر داشته باشد، همون اکو از طرف حکومت فقط به خاطر احترام همون مرده بودنش، به خاطر عزت و آبروی مرده بودنش که در خانهش ماتم می رود، در خانهش یک غم می رود، به خاطر همون یک بی پول کننش یا نصف نرخ کنن، نه 3 برابر زیاد میتی مرده را بد میبری. انمین حکومت دارا، انمین حکومت امروزه است که 24 سال سالی 92 میشود، سالی 92 میشود، سالی 92 نیست، امروز از سالی 92، از سالی 92 کده بدتر است. مثل که برادر است که افار سخن گفت، اشاره کرد که در دوره سال 92 برادرکشی بود یا جنگ بود، هر کسی که کسی را در مقابلش
میبرومد میکشت، لیکن امروز فقط در مقابلی تمام ملت تاجیک نه وابسته غرمی، نه وابسته کلابی، نه وابسته پامیری، تمام ملت تاجیک امروز شهروند تاجیکستان هستند. فقط یک اولاد کشتار میکند و قدرت کس نمیرسه که او را معن کند. لیکن خدا خواهد انشاءالله روزی میرسد که این جوانای علمو کسایی هستند که علمو ایماندار هستند، علمو کسایی هستند که امروز از دین خود دفاع میکنند. شما بدانین که دینداری ایمانداری است. شما بدانین که امروز اگر از حقوق خود دفاع کنی این هم ایمانداری است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر چی به دنیا آمد؟ یا که 124,000 پیغمبر به دنیا به خاطر چی آمدن؟ به خاطر آمدن لیقوم الناس بالقسط، که مردم هم به عدالت چی کنن؟ زندگیشون پیش ببرن. خداوند میگه که و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما تمام پیغمبرا را نازل کردیم به دنیا و همراه آنها کتاب نازل کردیم، یعنی که امروز به حیث یک کنستوت تاجیکستان اعلان کردگی با قرآن به ما را یک کنستوت شدگی. خداوند میگه که و انزلنا معهم الكتاب والميزان، ما نازل کردیم کتاب رو، یعنی که امروز به ما به مسلمانان قرآن است و چی است؟ و المیزان و یک ترازو. ترازو اشاره به چی است؟ که پیغمبر ما آوردیم، همون حکم میکند، با گفتار ما حکم میکند، یعنی عدل انصاف در روی زمین باید جاری کند. لیکن امروز در تاجیکستان عدل انصاف نیست. امروز از آزادی صحبت میکنند در تاجیکستان. در تاجیکستان اصلا یگان تاجیک ندیدیم که گلاستروکش در گردن زدگی کار 10 تاجیک گیر در روسیه کار بکنه، کار بگیره پیدا کنه. تمام تاجیک میبینیم در روسیه چی کار میکنی؟ اکه تاکسی میزنم. چی کار میکنی؟ اکه عرباک میکشم. چی کار میکنی؟ اکه در مغازین پستف چیکم. چی کار میکنی؟ گروت چیکم. یگان توجی که من ندیدم بگه که من رئیس فلان مغازینم. چی کار میکنی؟ اکه در تای دستی یک از کار میکنم، شفیاری ویتنامم، شفیاری کتایم، شفیاری یوریم. اینا را در نظر نمیبینن این پدرلانتوی لعینی حکومت دارو که تمام توجی که رایی کد اگر بر اغلامی کنین زندگیتون را چه خیلی پیدا میکنین، از اوجا پل روان کنین و هر پلی روان کردن شما به ما را پرسیدش میرسه. فراموش نکرید حکومت دارو انشاءالله حکومت شما از بین رفتگی است، علاقه از بین رفته است، علاقه از بین رفته است. بدانیم که حکومت شما چپشیدگی انشاءالله. خداوند کریم شما را نیست نبود میکنم. خدا خواهد انشاءالله او خداوند که همین ظالم پیدا کردگی ای که بعد از این همین مظلوم و همین ظالم گم می شود. یخیل انسان ها میگن که شما دعا کنین که خداوند هدایتش کنه، خداوند هدایتش نکنه. خداوند کریم در قرآن گفتگی ای که والله لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالم هیچ وقت هدایت نمیکنه، هیچ وقت خداوند قوم ظالم هدایت نمیکنه، با اون ظلم کدگیان. و در این شک نیست که امام علی رحمانوف کافر نباشه، در این شک نیست. ای قدر مسجد ها به فرمان انمی محکم شدگیان، ای قدر مدرسه ها محکم شدگیان به فرمان همی، ای قدر قاری بچه ها، ای قدر عالم ها پشتی زندان رفتگیان به فرمان انمی حاکمی که میگن حاکمی عدل عادل است، یک جاهل است، نه عادل، یک خائن است. بدونن که حکومت شما از بین میرود و رفتگی اوجه. خدا خواهد انشاءالله از همین بیرون ما لشکر تیار میکنیم داخل وطن میشیم. والله ما همین داخل وطن میشیم. بگذار در هر جایی که شهید شدیم خون ما ریخته شد، ما در انام جمع میمونیم.
لیکن این فراموش نکنیم که وطن از همه تاجیک های وطن از شمای پلیدان است. شما را خدا رحمت کنه، سنگک سفر